سلام، من نازنین کاظمی هستم. با من همراه باشین با مشروع خبرهای امروز. دو نفر به اتهام جاسوسی امروز در ایران اعدام شدند. مسعود جزایری: به فتنه‌گران فرصت آشوب مجدد نمی‌دهیم. با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دور تازه احضار روزنامه‌نگاران آغاز شد. دادستانی تهران اعلام کرد دو نفر به اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه بامداد امروز اعدام شدند. این دو متهم محمد حیدری و کوروش احمدی نام دارند. دادستانی تهران مدعی است محمد حیدری اطلاعاتی در زمینه مسائل مختلف امنیتی و اسرار کشور را تهیه و در ملاقات‌های مکرر خود با عوامل سازمان اطلاعات اسرائیل موساد در خارج از کشور در اختیار آنان قرار داده و مبالغی نیز به عنوان دستمزد دریافت کرد. این نهاد همچنین اتهام کوروش احمدی را ارتباط گیری با عوامل سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا اعلام کرده است. بنابراین اعلام، احمدی اطلاعات کشور را در زمینه‌های مختلف جمع‌آوری کرده و در اختیار این سازمان جاسوسی قرار داده. دادستانی افزوده که این دو نفر به اتهام محاربه محاکمه و به اعدام محکوم شدند. احکام صادره نیز از سوی دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته بود. در گفتگویی با علی گرجی، نماینده جنبش فعالان حقوق بشر ایران، از او پرسیدیم آیا اطلاعات خاصی از دو فرد اعدام شده وجود داره؟ این خبر، یعنی در واقع خبر محمد حیدری و کوروش احمدی، اعدام اینها در بامداد 29 اردیبهشت همه رو شوکه کرد. تو ارتباط با محاکمه اینها، مسیر محاکمه اینها و اینکه اساساً اینها چه کسانی هستند و چه وضعیتی دارند و به چه اتهامی محاکمه میشن، تا پیش از این اطلاعاتی در دست نبوده و اعلام یکباره در واقع اعدام اینها نشون میده که مسیر دادگاه‌های جمهوری اسلامی همون مسیر همیشگی رو طی میکنه. این در واقع بدون اینکه، البته اذعان کردند که این آقایون وکیل هم داشتند، اما هیچ سندی تو این ارتباط وجود نداره و من هم شخصا بعید میدونم که از وکیل بهره مند بوده باشن. روند دادسری دو فرد اعدام شده کاملا مبهم. از آقای گرجی پرسیدیم که آیا میتوان امیدوار بود که این دو فرد از وکیل مستقل برخوردار بوده باشن یا اصلا دادگاهی برگزار شده باشه؟ ببینید، هر از گاهی ما خبرهایی تو ارتباط با دستگیری کسانی که اتهامشون جاسوسی هست میشنویم. حتی تو ارتباط با دستگیری جاسوسان ایرانی در کشورهای دیگه، کشورهایی مثل کانادا، مثل ترکیه، مثل آذربایجان. منتها چیزی که هست اینه که درسته که بحث امنیت کشور در نظر گرفته میشه، درسته که برای هر نظامی مهمه که بتونه در مقابل دولت‌های خارجی موقعیت در واقع امنیتی خودش رو حراست بکنه، انسجام بده. اما چیزی که برای خود ما مطرح هست، چیزی که برای مردم ایران مطرح هست، این است که هر کسی با هر اتهامی این حق رو داشته باشه، این امکان رو داشته باشه که در یک دادگاه علنی محاکمه بشه و در واقع حقش هست که از وکیل بهره مند باشه و همه اون امکاناتی که لازمه در واقع لازمه تبرئه اون آدم هست رو در واقع اون آدم بتونه به کار بگیره. متاسفانه توی مسیر دادگاه‌های انقلاب خصوصا در ایران این شرایط وجود نداره و افرادی که به دلایل جاسوسی در میزان اتهام قرار میگیرن، اولا خیلی محرمانه مسیرشون طی میشه، مسیر بازجوهاشون خیلی محرمانه طی میشه و چیزی تو این رابطه اعلام نمیشه و دادگاهشون رو هم که ما عملا بعد از اینکه حکم صادر شده خبری ازش داریم و حتی بعد از اعدام شدنشون تو این رابطه اطلاعاتی میرسه یا منتشر میشه. مقام‌های قضایی ایران پیش از این از بازداشت شماری از جاسوس‌های اسرائیل و آمریکا در ارتباط با ترور دانشمندان هسته‌ای خبر داده بودند. از آقای گرجی پرسیدیم آیا می‌توان اعدام‌های امروز را مرتبط به این خبر دونست؟
احتمالش هست اینطور باشه. منتها بحثی که هست اینه که جمهوری اسلامی هیچ اطلاعاتی تو ارتباط با نه عناصری که قبلا دستگیر شدن بین اتهام جاسوسی و نه از جریان محاکمه هیچ کدومشون اطلاعاتی در اختیار مردم نمیگذاره. بهانش هم حفظ و حراست در واقع امنیت داخلی کشور هست. اما بازم تاکید میکنم اون چیزی که برای فعالین حقوق بشر در واقع چیز هست اهمیت داره و اولویت داره این است که هر کسی به هر اتهامی در دادگاه محاکمه میشه حتما باید از حقوقی که در واقع در کنوانسیون های بین المللی براش در نظر گرفته شده باید از اون بهره مند باشه، باید این حق رو داشته باشه که از وکیل استفاده بکنه، در یک دادگاه علنی محاکمه بشه و حق اعتراض داشته باشه، بتونه خانوادش رو ببینه پیش از این که حتی حکم اعدام براش صادر بشه، بتونه خانوادش رو ببینه، بتونه تلاش بکنه برای اینکه این امکان رو داشته باشه که خودش رو تبرئه بکنه. گفتگوی ما بود با علی گرجی، نماینده جنبش فعالان حقوق بشر، در مورد اعدام دو فرد به اتهام جاسوسی برای غرب که دیدید. علی اصغر احمدی، معاون امنیتی وزارت کشور و دبیر شورای امنیت کشور در دوران اصلاحات، گفته که محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، دچار فراموشی تاریخی شده. احمدی این سخنان را در واکنش به سخنان قالیباف مطرح کرده که دولت محمد خاتمی را به صدور مجوز ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه و تیراندازی متهم کرده است. احمدی در مصاحبه با روزنامه بهار گفته که سخنان قالیباف یا ناشی از فراموشی است یا به شرایط انتخابات برمی‌گردد. تو اون جلسه آقای عزیز جعفری شاهده، اون وقت فرمانده نیروی انتظامی بودن، بنده هم فرمانده ناجا بودن، تو همین وزارت کشور جلسه گذاشتیم، کوی دانشگاه رو با آتش کشیده بودن، هیچ کیم تو کوی دانشگاه، همه ریخته بودن، کسی راه نمیدن، خیابون امیرآباد شمالی هم بسته بود. خب من تو اون جلسه نشستم، نمیخوام اسم ببرم، افرادی تو جلسه شورای امنیت کشور، نه شورای امنیت ملی، تو وزارت کشور نشسته بودیم، من تو اون جلسه محکم دعوا کردم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف و من فرمانده ناجا محکم میشتم روزش میکنم و جمعش میکنم. چون شورای امنیت کشور اینجا حرفا یعنی چی؟ خلاصه اینا حرفشون چی بود؟ میگفتم اگر نیرو انتظامی میخواد وارد کوی دانشگاه بشه باید مجوز شورای امنیت کشور رو داشته باشن و دانشگاه و مدیران دانشگاه اجازه رو بدن. در اون جلسه آقای معین، آقای ظریفیان همه اونجا بودن، با این کار اونها مخالفت میکردن. خلاصه من توی اون جلسه با برخوردی که انجام دادم مجوز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا در کوی دانشگاه در سال 82 از شورای امنیت کشور آقای لاری، آقای معین، اونا پاش امضا کردن به من دادن. علی شیرازی در استودیو با ماست. علی جان سلام. آقای قالیباف همچنان در صدر کاندیداهای خبرساز انتخاباتی محسوب میشه، مخصوصا بعد از صحبتهایی که در مورد اون چماق به دستیشون کردن در سال 78 و همچنین در مورد گرفتن جواز ورود به کوی دانشگاه. یه سری واکنش ها در دو سه روز گذشته پیش اومده، در مورد اون واکنش ها یه مقداری برای ما توضیح میدین؟ بله، همونجوری که فرمودین واکنش ها متفاوت بوده. آقای سردار طلایی که الان عضو شورای شهر هستن و اون زمان آقای قالیباف فرمانده نیروی انتظامی تهران بودن، در تایید صحبت های آقای قالیباف گفتن که آقای قالیباف حضورش در جلسات شورا به خاطر این بود که میدونست که اعتراضات دانشجویی رو دارن برخی از مسئولین اصلاح طلب که در دولت هستن سازماندهی میکنن و این حضور به خاطر این بود که جلوی این موضوع گرفته بشه. و در مورد صحبت های آقای قالیباف که گفتن مجوز حضور در کوی دانشگاه و تیراندازی رو از شورای امنیت اون موقع گرفتن هم گفتن که این مکتوبش موجود هست و میتونن که اگر که رسانه ها بخوان در اختیارشون قرار بدن. اما واکنش های منفی که داشته، یعنی واکنش های مخالفی که داشته آقای دکتر معین در راستای این صحبت ها آقای قالیباف رو در راستای اهداف انتخاباتی عنوان کردن و گفتن که عملکرد و
نحوه رفتار هر کس و هر فرد در دوران مسئولیتش مشخصه و نیازی نیست که کسی بخواد پاسخ آقای قالیباف رو بده. از طرف آقای ظریفیان که اسم ایشون رو هم آقای قالیباف آورده بودن هم صحبت‌هایی رو کردن، از جمله اینکه گفتن که آقای معین در آن زمان به خاطر نوع برخوردی که با دانشجوها صورت گرفت حتی استعفا دادن که تا در کنار دانشجویان باشن. بله. و صحبت‌های آقای قالیباف رو در تعارض دونستن، با توجه به اینکه دو سخنرانی از آقای قالیباف بیرون اومده رو در تعارض دونستن و گفتن که یک سخنرانی ایشون رو اصلاح طلب تر از اصلاح طلبان نشون میده و سخنرانی دیگه بسیجی تر از بسیجیان. بله. یعنی خواستن که تعارض رو در صحبت‌های ایشون نشون بده. از طرف دیگه آقای احمدی که در زمان اصلاحات دبیر شورای امنیت ملی بودن، امنیت ملی کشور بودن، هم واکنش نشون دادن و گفتن که آقای معین در اون زمان گفته که تجمع دانشجویان اصلا چیز خارج از عرفی نیست و نیاز به برخورد قهری و انتظامی نداره، اما با توضیحاتی که آقای ظریفیان دادن و بر این اساس که نیروی انتظامی حافظ این باشه که خونی از دماغ کسی ریخته نشه، اجازه دادن که نیروی انتظامی وارد کوی دانشگاه بشه و ایشون هم صحبت‌های آقای قالیباف رو در راستای مواضع انتخاباتی عنوان کردن و گفتن که بیشتر کاربرد انتخاباتی داره این صحبت‌ها. فکر میکنید که این صحبت ها میتونه به نفع آقای قالیباف باشه در روزهای آخر یا نه؟ ببینید، آقای قالیباف درسته که خواسته به حکومت گوشزد کنه که ایشون یکی از سران سرکوب مردم در جنبش های 78 و 82 بوده، اما ایشون فراموش کرده که این هم هست که با یاداوری این صحبت ها به مردم هم یاداوری کرده که این من بودم که در اون زمان شماها رو سرکوب کردم، مجوز ورود به کوی رو گرفتم و اجازه تیراندازی رو گرفتم. و با تازه شدن حافظه مردم مطمئنن اون کسانی که در انتخابات شرکت میکنن هرگز به کسی که عامل سرکوب اونها بوده رأی نخواهد. پس باید منتظر شیم ببینیم که آقای قالیباف ترجیح میدن که کماکان در لیست کاندیداها باقی بمونن یا انصراف بدن. سپاسگزارم از وقتتون. ممنون از علی شیرازی. و حالا برمیگردیم به اخبار و اخبار کارگری امروز. عبدالرضا روحی: سهمیه بیمه کارگران ساختمانی لامرد و مهر کافی نیست. جمعی از بازنشستگان ماهشهر: مکان کانون بازنشستگان این شهر در شأن جامعه کارگری نیست. یکی از کارگران مجتمع صنعتی کارون شوشتر: امنیت شغلی کارگران نیبر با واردات ماشینالات درو تهدید می شود. یک کارگر متخصص در پالایشگاه نفت شهید تندبویان تهران روز گذشته بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست داد. دو کارگر مغنی بر اثر سقوط از ارتفاع 6 متری چاه فاضلاب در تهران به شدت مصدوم شدند. عبدالله قدمیاری: سهمیه بیمه کارگران ساختمانی شهرستان نیشابور بیش از 50% کاهش یافته است. عباس قائد رحمت: در صورت ادامه سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی، وزیر کار استیضاح خواهد شد. مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، تاکید کرد نباید به کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم در حوادث پس از انتخابات سال 88 نقش داشتند، فرصت داد که مجدداً انتخابات را به آشوب بکشانند. در آستانه 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری، این نخستین بار نیست که مقام‌های امنیتی و نظامی در ایران نسبت به وقوع اعتراض‌های همچون اعتراض‌های پس از انتخابات 4 سال پیش هشدار می‌دهند. مسعود جزایری در مصاحبه با سایت جهان نیوز از حوادث پس از انتخابات سال 88 با عنوان کودتای نرم و فتنه یاد کرد. او همچنین از حضور برخی کاندیداها در انتخابات پیش رو با عنوان بازگشت جریان سازش با استکبار نام برد. و خبر دیگر این که عباس علی کدخدایی، عضو و سخنگوی شورای نگهبان، گفته است بررسی صلاحیت نزدیک به 40 نفر از کل ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای شورای نگهبان جدی است. در مهلت 5 روزه نام نویسی برای این انتخابات 686 نفر ثبت نام کردند که 30 نفر از آنها زن هستند. بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، یکی از شرایط رئیس جمهور بودن رجال سیاسی است و زنان شامل آن نمی شوند. آقای کدخدایی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی اخبار منتشر
مبنی بر اینکه شورای نگهبان تصمیم دارد فهرستی 7 یا 12 نفر از نامزدهای انتخاباتی را معرفی کند رد کرده است. او گفته است که شورای نگهبان بر اساس اعداد کار نمی کند بلکه با معیارها نظر می گیرد. بر اساس قانون و با پایان مهلت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها این شورا روز سه‌شنبه 24 اردیبهشت ماه نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور اعلام خواهد کرد. محمد جواد کلیوند رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا امروز اعلام کرد که صلاحیت 90% تا 95% از کاندیداها تایید شده است. در عین حال خبرگزاری فارس این رقم را 1500 نفر اعلام کرده است. در هفته های اخیر اخبار مختلفی از رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات منتشر شده بود. خبرگزاری مهر از محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، فاطمه راکعی از نمایندگان دوره اول شورای شهر و معصوم ابتکار نماینده فعلی این شورا نام برده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا قرار است اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده شوراهای شهر و روستا را فرماندهی و بخشداری‌های تهران اعلام کنند. انتخابات شوراهای شهر و روستا تنها انتخابات سراسری در ایران است که بررسی صلاحیت نامزدهای آن بدون دخالت شورای نگهبان صورت می‌گیرد. چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران در 24 خرداد امسال برگزار خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران میگوید فردی که خودش مسئول یک نابسامانی نیست از موضع مدعی و طلبکار وارد میشود. احمدی نژاد اما نگفته منظورش از آن فرد چه کسی است. برخی از کارشناسان میگویند سیاستهای نادرست آقای احمدی نژاد در طول 8 سال گذشته منشأ نابسامانیهای حال حاضر است. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای احمدی نژاد در جشنواره دستاوردهای علمی و فناوری ستاد فناوری یا ارزشهای نو اظهار داشت در دوره و زمان فعلی در زمینه اطلاع رسانی به راحتی قلب واقعیت اتفاق میافتد. بعضی فکر میکنن خب حالا از ارتباطات دیگه چیزی رو نمیشه تغییر داد یا تخریب کرد. چرا همین الان هم میشه تخریب کرد؟ یه جمله من اینجا میگم قبل از اینکه از این سالن برم بیرون سراتشو میزنن یه واو الف ب یه حرف ربطی یه حرف اضافه بهش اضافه میکنن مفهومش رو زیر و رو میکنن تا به جنبیم در مقیاس وسیع تو دنیا منتشر میکنه. همین الان از اطلاع رسانی صحیح لازمه به روز به موقع اطلاع رسانی درست قلب واقعیت مفاهیم رو جابجا میکنن. یک کسی که خودش مسئول یه نابسامانی است در از موضع مدعی وارد میشه از موضع طلبکار وارد میشه. و حالا سری میزنیم به آن سوی میله های زندان. وکیل خانواده ستار بهشتی پرونده روی میز بازپرس خاک میخورد. خانواده اسدالله هادی زندانی سیاسی مسن بند 350 زندان اوین برای او تقاضای عدم تحمل کیفر کردند. یک زندانی متهم به قتل در محوطه زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. مادر و برادر میثاق یزدان نژاد زندانی سیاسی با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه احتمال موفقیت کنفرانس بین المللی که قرار است درباره بحران سوریه برگزار شود را بعید دانست. آمریکا و روسیه بر سر برگزاری این کنفرانس به توافق رسیدند و می‌خواهند با دعوت طرف‌های تنش در سوریه آن را به کنفرانسی برای صلح تبدیل کنند. بشار اسد در مصاحبه با روزنامه آرژانتینی کلاریان گفته است که در جهان میان راه حل سیاسی و مبارزه با تروریسم تفاوت قائل نمی‌شود. او گفته است که جامعه بین الملل گمان می کند کنفرانس بین المللی می تواند تروریست ها را متوقف کند. بشار اسد همچنین بر بقای خود در قدرت تاکید کرده است. مقام های سوریه به مخالفان خود تروریست می گویند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل احتمال انجام حملات بیشتری توسط جنگنده های اسرائیلی علیه مواضعی در سوریه را بعید ندانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، نتانیاهو گفته است این حملات به منظور جلوگیری از انتقال جنگ افزار به حزب الله لبنان صورت می‌گیرد. نتانیاهو که در جلسه هفتگی دولت اسرائیل سخن می‌گفت، تاکید کرد هر اقدامی برای حفظ منافع ملی کشورش لازم باشد انجام خواهد داد. در دو هفته گذشته جنگنده های اسرائیلی دوبار مواضعی در سوریه را بمباران کردند. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند موشک های پیشرفته‌ای که قرار بود در اختیار حزب الله لبنان قرار گیرند هدف قرار گرفتند. علامه علی الامین از روحانیون برجسته شیعه لبنانی از دخالت حزب الله در حمایت از نظام حاکم بر سوریه انتقاد کرد. علامین در مصاحبه با شبکه العربیه گفته است این اقدام به منظور حفظ نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه صورت می‌گیرد. او این دخالت را غیر شرعی دانست. ما يطرحه السيد نصر الله حول آنچه که حسن نصرالله از حمایت از بارگاه حضرت زینب به عنوان دلیلی برای دخالت نیروهای حزب الله در سوریه مطرح می کند به این دخالت وجه دینی می بخشد. اما این سوء استفاده از مسائل دینی به سود یک طرح سیاسی است. این طرح هم چیزی نیست جز حمایت از نفوذ ایران در منطقه. ما معتقد نیستیم که دفاع از بارگاه حضرت زینب بتواند دلیلی شرعی برای همراهی با نظام سوریه در جنگ داخلی این کشور باشد. دفاع از بارگاه حضرت زینب نه به حزب الله نه به کس دیگری مجوزی برای شرکت در جنگ سوریه می‌دهد. دفاع از مقام حضرت زینب نمی‌تواند بهانه خونریزی باشد. حضرت زینب نمی‌خواهد که خون در راه دفاع از بارگاهش ریخته شود. فورم خبرنگاران و وبلاگ نویسان خاورمیانه و مدیترانه روزهای 16 تا 18 ماه می در شهر فلورانس برگزار شد. این کنفرانس که توسط سازمان آزادی اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران با همکاری دانشگاه علوم سیاسی فلورانس و استانداری این شهر برگزار شده بود، به بررسی دموکراسی در کشورهای اسلامی و موضوع بهار عربی اختصاص داشت. با احمد رفعت خبرنگار و دبیر سازمان آزادی اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران که سخنران این فرم بوده در مورد موضوعات مطرح شده در این کنفرانس و نقش ایران گفتگوی انجام دادیم که با هم میشنویم. در کنفرانسی که در فرانس برگزار شد خبرنگاران از مناطق فلسطین‌نشین، سوریه، لیبی، تونس، عراق، ایران، لبنان و همچنین بلاگرهای از این کشورها حضور داشتند. از طرف دیگر چندین استاد دانشگاه که در رشته های یا دموکراسی یا بعضی که کارشناس امور اسلامی دانشگاه ایتالیا بودند شرکت داشتند و سیاست مداران بجز مقامات محلی که خب خوش آمدگویی کردند، معاون وزارت خارجه ایتالیا آقای لاپو پیستلی و همچنین یک نماینده مراکشی تبار پارلمان ایتالیا آقای خلیل شوقی که عضو کمیسیون خارجی پارلمان جدید ایتالیا هستند هم صحبت میکردن. در روز اول در رابطه با بهار عربی بود و اینکه به کجا میتونه بره و نشون دادن محدودیت هاشو و این حضور هر روز پررنگتر اسلام گرایان و اسلام سیاسی در این کشورها در رابطه با چه مدلی از دموکراسی میتونه در کشورهای اسلامی به وجود بیاد. همه شرکت کنندگان بسیار جالبه که مدل ایران و یعنی مدل جمهوری اسلامی رو که برخی از اسلامگران برخی از کشورها مطرح میکنند و رد کردن و اصلا اونو نوعی آلترناتیو یا بدیل برای سیستم‌های دیکتاتوری که در کشورهای عربی بوده و ساقط کردن ندونستند و بلکه مدلی که اگر قرار باشه اسلام یک دولت اسلامی باشه و حکومتی دموکراتیک باشه از سوی تمام سخنرانان تقریبا چه سخنرانانی که از کشورهای عربی میومدند و کشورهای منطقه و چه سیاست مداران و استادان دانشگاه ایتالیا همه مدل ترکیه رو شاید بهترین مدل همزیستی دموکراسی با مذهب اسلام دونستند. البته اگرچه اونجا هم خب به یک سری
مسائل و محدودیت هایی که میتونه داشته باشه اشاره کردن. در یک پانل آخرم که من توی این کنفرانس سه روزه در رابطه با مسئله زنان بود و زنان برخی از کشورها متاسفانه از ایران هیچ کی شرکت نداشت و استادان دانشگاه ایتالیا که در مورد زنان تحقیق میکنن حضور داشتن، همگی به دست آوردن حقوق زنان و اولین شرط تبدیل کشورهای غیر دموکراتیک به دموکراتیک دونستن، یعنی به صورت خیلی واضح گفتن که اگر زنان نتونن به حقوقشون دست بیاورن کشور اسلامی، صحبت از دموکراسی بیفایده است، برای اینکه اصلا آغاز دموکراسی هم نخواهد بود. گفتگوی ما بود با احمد رفعت از فلورانس که شنیدید. و در خبر دیگر داریم که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یورش نیروهای امنیتی بحرین به منزل شیخ عیسی قاسم از روحانیون برجسته شیعی بحرینی را محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اقدام را خشونت و ارعابی سازماندهی شده توصیف کرده که به گفته او با معیارهای اخلاقی دینی انسانی ناسازگار است. از سوی بحرین هم ایران را به دخالت آشکار در امور داخلی خود متهم کرده است. حمد العامر از مسئولان وزارت امور خارجه بحرین گفته است مسئولان ایرانی بیشتر از آنکه درباره کشورشان سخن بگویند درباره بحرین حرف میزنند. العامر افزوده که مقام های ایرانی با این رفتارشان میخواهند بر ظلم و ستم وارده بر مردم ایران و نقض حقوقشان سرپوش بگذارند. اکثر معترضان بحرین از شیعیان هستند. و نوبت میرسه به یک جمله یک خبر. محمد حسن نامی: صدا و تصویر آقا امام زمان از لایه‌های جدید و بالاتر از فیبر نوری برای تمام جهانیان ارسال خواهد شد. سایت اصولگرای انتخاب: جوانی احمدی نژاد چه گلی بر سر مردم زد. عبدالله جوادی آملی: نظام جمهوری اسلامی امانتی الهی در دست مردم است. محمد رضا نقدی: اگر سازشی با آمریکا صورت بگیرد، طبق دلایل علمی وضعیت اقتصادی ایران بسیار بدتر خواهد شد. مهدی طائر: دعا کنید احمدی نژاد رد صلاحیت مشایی را قبول کند. محمود احمدی نژاد: بیش از 100 سیاستمدار دنیا در گفتگو با من توقع مدیریت جهان را مطرح کردند. خبرهای رسیده از آغاز دور تازه احضار روزنامه نگاران حامی هاشمی به نهادهای امنیتی حکایت میکند. تا یه هفته گذشته تعدادی از روزنامه نگاران اصلاح طلب طی تماسهای تلفنی به دفتر وزارت اطلاعات خوانده شدند. به گزارش وبسایت جرس، این روزنامه نگاران که نزدیک به هاشمی رفسنجانی و خانواده او هستند، قرار است این هفته برای ارائه توضیح به دفتر وزارت اطلاعات واقع در خیابان شهید عراقی بروند. با ورود هاشمی رفسنجانی به صحنه انتخابات، دور تازه‌ای از فشارها و احضارها بر روی روزنامه نگارانی که حمایت خود را از هاشمی اعلام کردند و در سایت‌هایی از جمله جمهوریت فعالیت داشتند آغاز شده است. بنا به خبرهای رسیده، فاطمه مهدیانی سردبیر خبرگزاری ایلنا و فؤاد صادقی از جمله این احضار شدگان هستند. خالد خالد نویسنده و عضو انستیتوی ادبی نظامی گنجوی و دستیارش که هر دو تبعی آذربایجان هستند، از دهم اردیبهشت ماه در تبریز در بازداشت به سر می‌بردند امروز آزاد شدند. این خبر را خبرگزاری اینترفاکس به نقل از خبرگزاری‌های داخلی آذربایجان نوشته است. اوایل اردیبهشت ماه سفیر ایران در جمهوری آذربایجان اعلام کرده بود خالد خالد به همراه دستیارش که خبرگزاری‌ها از او با نام شاماخ یاد کردند بازداشت شدند. درباره علت این بازداشت‌ها خبری منتشر نشده، اما سال گذشته نیز دو شهروند جمهوری آذربایجان در ایران به اتهام تلاش برای جلب برخی معترضین داخلی برای ترویج جدایی طلبی در ایران بازداشت شده بودند. و نوبت میرسه به اخبار انتخابات امروز. سعید جلیلی: ماشین دولت ضعیف و ناتوان است. محسن رضایی: نوبت دیگران است که به نفع من کنار بروند. علیرضا زاکانی: حضور هاشمی اصولگرایان را بیدار کرد.
80 نماینده مجلس در نامه‌ای به محمد حسن ابوترابی فرد از او خواستند تا از داوطلبی نامزدی انتخابات ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. عباس علی کدخدایی: احمد جنتی درباره صلاحیت نامزدها نظر خود را گفته است. مصطفی تاج‌زاده: اجرای کامل قانون اساسی از هاشمی برمی آید. احمد بخشایش: شورای نگهبان بر سر هاشمی و مشایی بر سر دوراهی است. و خبر آخر این که کارگران شرکت کاشی گیلانا دیروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 9 ماهه خود در مقابل این کارخانه تجمع کردند. این خبر را سایت استانبان به نقل از سایت محلی زیتون نیوز داده است. در تصاویر منتشر شده از این تجمع، تصاویر مربوط به آتش زدن لاستیک دیده می شود. بر اساس این گزارش، کارگران این کارخانه در ادامه اعتراض خود امروز برای مدتی جاده ارتباط رشت قزوین را مسدود کردند که با حضور فرمانده نیروی انتظامی رودبار این مسیر بازگشایی شد. کارگران دستگاه‌های مختلف در یک سال اخیر در اعتراض به تورم بالا، حقوق نامناسب با تورم و تأخیر در دریافت حقوق خود بارها دست به تجمع زدند. و نوبت به نرخ امروز سکه و ارز در بازار تهران میرسه. امروز دلار با 300 ریال کاهش نسبت به روز گذشته در بازار تهران 34800 ریال معامله شد. پوند نیز با 300 ریال کاهش 54000 ریال به فروش رفت. نرخ فروش یورو هم با 450 ریال کاهش نسبت به روز گذشته 45300 ریال بود. سکه بهار آزادی طرح جدید نیز با 150000 ریال کاهش 12,300,000 ریال در بازار تهران معامله شد. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. به همراه همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.